آغاز کار کمیته تشکیل ارتش جدید برای افغانستان یک جوان تخاری به دلیل فقر خود را حلقاویز کرد ترور یک عالم اهل تشیع در ولایت فرا سقوط اولین هلیکوپتر در شمال افغانستان بایدن بار دیگر روسیه را تهدید کرد بریتانیا نزدیک به 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. به نام خداوند بخش و این دوا می و با تقدیم سلام به که زیگر از ویدیو کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفا تا آخری ویدیو با ما باشید. وزارت دفاع طالبان می گوید که کمیته تشکیل ارتش جدید آغاز به کار کرد به گزارش سپوتنیک، به نقل از آریانا نیوز وزارت دفاع طالبان با نشر اعلامیه گفته است که کمیته کاری ویژه 20 نفری کارش را برای بازنگری تشکیلات ارتش افغانستان آغاز کرده است در این اعلامیه آمده است که این کمیته به دستور وزیر دفاع برای ارائه طرح های مفید و مؤثر تشکیلات ارتش ایجاد شده و مسئولیت دارد تا هر چیز زودتر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت را در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی های دولت و نظام اسلامی سازمان دهد. زلان استاد دانشگاه می گوید کوشش های امارات اسلامی در این اواخر این است که کار روی اردوی جدید را آغاز کند تشویش منطقه این است که افغانستان دچار تنش ها باشد و ساخت یک اردو بر قوی بودن یک دولت کمک می کند بنابراین امارات اسلامی باید یک اردوی غیر سیاسی ایجاد کند در همین حال آگاهان نظامی هم به این باورند که ارتش منظم و قوی زمان شکل می گیرد که غیر سیاسی باشد سامر آگاه نظامی میگوید اگر اردو را سیاسی می سازند این در آینده ها برای اردوی افغانستان خوب نیست و در خدمت سیاست مدارها وقت قرار گرفت منافی ملی کنار گذاشته می شود. پیشتر مولوی فسی الدین لوی درستیز طالبان گفته بود که در تشکیل ارتش جدید افغانستان از افراد مسلکی حکومت پیشین که در فساد دست نداشته باشند کار گرفته خواهد شد. یک جوان تخاری به دلیل فقر خود را حلقاویز کرد. یک جوان در مرکز این شهر به دلیل فقر و بیکاری خودش را حلقاویز کرده به زندگیش پایان داده است. با گزارش سپوتنیک منابع به آماج نیوز تایید کردند که این جوان در مربوطات خسکپه شهر طالقان مرکز این ولایت خودکشی کرده است. ولایت تخاد در شمال افغانستان از ولایت‌های به حساب می‌آید که در سالهای اخیر آمار خودکشیها ها در آن افزایش یافته است فقر و بیکاری و مشکلات خانوادگی و روانی از علت‌های عمده این رویدادها محسوب می‌شود درور یک عالم اهل تشیع در ولایت فرا. مسئولان محلی گروه طالبان در ولایت فرا می گویند که شیخ محمد اسماعیل از عالمان اهل تشیع در شهر فرا توسط افراد مسلح ناشناس درور شده است به نقل از روزنامه اطلاعات روز بدرالدین مسئول فرهنگی طالبان برای فرا می گوید که این رویداد روز گذشته شنبه بیستم قبض در کوچه بانک زراعتی شهر فرا رخ داده است او افزود که افراد مسلح ناشناس این عالم دین را به ضرب گلوله به قتل رساندند با گفته بدرودین این افراد پس از تیراندازی بر شیخ محمد اسماعیل از ساحه فرار کردند او گفت که تلاش نیروهای طالبان برای بازداشت عاملان این رویداد جریان دارد مسئول فرهنگی طالبان در فرا تاکید کرد که تا کنون انگیزه قتل این عالم مشخص نشده است با تسلط طالبان در فرا میزان ترورها در این ولایت به گونه نگران کننده افزایش یافته است هر از گاه در حکومت سابق طالبان کارمندان دولتی و نظامیان را در این ولایت ترور میکردند سکوت اولین هلیکوپتر در شمال افغانستان حدود دو ساعت پیش یکی از چرخبال های پاکستانی که میخواست بالای نیره های جبهه مقاومت حملات هوایی انجام دهد ده مورد حمله راکتی مقاومتگران قرار گرفت که بیشتر از شش نفر تلفات داشت بایدن بار دیگر روسیه را تهدید کرد بایدن در صورت حمله روسیه به اوکراین قول داده بود که نیروهای امریکایی را به کشورهای ناتو بفرستد به گزارش اسپوتنیک جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در صورت تهاجم روسیه به اوکراین نیروهای بیشتر را به کشورهای اروپایی شرقی ناتو اعزام خواهد کرد بیانیه رئیس جمهور امریکا در وبسایت کاخ سفید منتشر شده است با گفته رهبر امریکا او کاملا به ولادیمیر پوتین واضح ساخت که اگر این اتفاق بیفتد چه عواقب اقتصادی و ایرانگر برای روسیه خواهد داشت بایدن بدین باور است که چنین اقدامات نه تنها بر مسکو تاثیر خواهد گذاشت بلکه نگرش سایر کشورها را نیز نسبت به آن تغییر خواهد داد رئیس جمهور امریکا تاکید داشت آنها بهای های وحشتناک را خواهند پرداخت قابل ذکر است که اخیرا کیف و رسانه های غربی روسیه را متهم به در حمله به اوکراین کردن مسکو بارها این موضوع را رد کرده است بریتانیا نزدیک به 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند دولت بریتانیا می گوید که این کمک بشر دوستان زندگی هزاران نفر را نجات می دهد به گزارش سپودنیک مقام های بریتانیایی با اختصاص 75 میلیون پوند از مردم افغانستان حمایت می کند لیستراس وزیر خارجه این کشور در بیانیه گفت بودیجه اعلام شده امروز زندگی هزاران نفر را نجات می دهد از دختران و زنان محافظت می کند و به حفظ ثبات در منطقه کمک می کند به گفته او بریتانیا همچنان انتظار دارد تا این کمک برای 1.8 میلیون افغان غذا و دارو فراهم کند این در حالی است که سازمان ملل 280 میلیون دلار را نیز برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارائه کرده است باشندگان بلخ توان خرید مواد اولیه را از دست داده ایم خبرگزاری 8 صبح کابل ادامه اش. محمد سمی از باشندگان ولایت بلخ خرد که برای خرید مواد خوراکی از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ به شهر مزار شریف آمده است وای میگوید از یک طرف بیکاری و خوشحالی و از طرف دیگر بلند رفتن قیمت ها مشکل ما را بیشتر ساخته است یک بوجیاد را قبلا به 1600 افغانی میخرم اما امروز به 2400 افغانی خریدم و یک بشکی روغن 10 لیتره را که قبلا به 700 افغانی بود امروز به 1620 خریدم ادامه این وضعیت زندگی ما را سخت تر ساخته است شیر محمد نیست از باشندگان شهر مزار شریف است و دست فروشی می کند می گوید ما نمی دانیم که آینده ای ما چه می شود بیکاری به اوج خود رسیده است صبح که از خانه می آیم تا شام دست فروشی می کنم اما خرچ فامیلم را پیدا نمی توانیم جزیات این خبر را در ویدیوی دیگر ببینید از اینکه تا این هم با ما بوده جان سپاس تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند